تازه 10 سالم شده بود که پدر و مادرم به زور منو شوهر دادن. همین ازدواج زوری هم شروع بدبختی های بزرگ من توی زندگیم شد. درود به شما همراه های خوب کانال جنایی گرام. با ما همراه باشین تا یه پرونده جنایی دیگر رو با هم بررسی کنیم. اوایل اسفند ماه سال 1402 بود که یه مرد جوان با پلیس 110 تماس گرفت و گفت همسرم منو با چاقو زده و از خونه فرار کرده. با اعلام این خبر به سرعت نزدیکترین واحدهای گشتی به منطقه تبرسی مشهد راهی آدرس مورد نظر شدند. این مأمور وقتی وارد خونه شد دید نعمت 25 ساله جلوی در ورودی آپارتمانشون افتاده و به سختی داره نفس میکشه. با اعلام مأمور پلیس خیلی زود نیروهای اورژانس هم راهی محل مورد نظر شدن و نعمت رو با خودشون به بیمارستان منتقل کردن. با رسیدن نعمت به بیمارستان خیلی زود اقدامات درمانی برای این مرد شروع شد. ولی خیلی زود نعمت به خاطر خونریزی شدید به کما رفت و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. همزمان موضوع به کارگاه اداره آگاهی مشهد هم اطلاع داده شد. با حضور مامورای آگاهی توی بیمارستان تحقیقات از بستگان نعمت که تازه هم به بیمارستان رسیده بودن شروع شد. ولی پدر مادر و خواهر نعمت چیزی در مورد علت اتفاقی که براش افتاده بود نمیدونستن. با توجه به گفته‌های خود نعمت که زمان تماسش به اپراتور 110 اعلام کرده بود، عامل این ضربه‌های مرگبار کسی نبود جز ندای 21 ساله همسر نعمت. برای همین خیلی زود دستور بازداشت این زن صادر شد. ولی درست از زمانی که این اتفاق افتاده بود، ندا خونه متواری شده بود و هیچ سرنخی ازش وجود نداشت. با صادر شدن دستور بازداشت ندا، تحقیقات همه جانبه برای پیدا کردن ردی از این زن جوان شروع شد. مامورای پلیس هر جایی که فکر می‌کردن این زن مخفی شده باشه رو بررسی کردن. حتی خونه پدر و مادر ندام به صورت نامحسوس زیر نظر گرفته شد، ولی فایده‌ای نداشت و هیچ اثری از این زن نبود. در حالی که چند روزی از این حادثه گذشته بود و تلاش پلیس برای دستگیری ندا بیفایده بود، از بیمارستان خبر رسید که تلاش پزشکا برای بهبود حال نعمت فایده ای نداشته و این مرد جوان به کام مرگ رفته. با اعلام مرگ نعمت، موضوع دیگه رنگ و بوی جنایت گرفت و بازپرس و اکیپ جنایی شهر مشهد وارد عمل شدند. همچنان تحقیقات تخصصی و فنی برای دستگیری ندا ادامه داشت، ولی هنوز پلیس موفق به دستگیریش نشده بود تا اینکه ندا با پای خودش به یکی از کلانتری‌های شهر مشهد رفت و خودش را تسلیم پلیس کرد. ندا میگفت وقتی فهمیدم نعمت جونش را دست داده از آن وجدان تمام وجودمو گرفت. واسه همینم دیگه نتونستم پنهانی زندگیمو ادامه بدم و اومدم اداره پلیس تا خودمو معرفی کنم. ندا با این گفته‌ها خیلی زود دستگیر شد و به اداره آگاهی مشهد منتقل شد. با انتقال ندا به اداره آگاهی مشهد، این زن پشت میز بازجویی نشست و شروع به گفتن جزئیات جنایتی که انجام داده بود کرد. ندا میگفت من توی خانواده خیلی ضعیف متولد شدم. از وقتی یادم میاد همیشه زندگیم پر از سختی بود. پدرم کارگر ساختمانی بود و مادرم با کارگری توی خونه مردم کمک خرج پدرم بود. به خاطر همین وضعیت مالی بدمون من وقتی 10 سالم شد به اولین خواستگاری که واسم اومد از جانب من جواب بله دادن. اصغر 10 سال از من بزرگتر بود. با اینکه من از اصغر اصلا خوشم نمی اومد، ولی به زور منو باهاش نشوندن سر سفره عقد و به عقد اصغر در آوردن. من هنوز هیچ چیزی از زندگی نفهمیده بودم که منو به زور شوهر دادن. همین نخواستن منم باعث شد 10 ماه بعد از عقدمون کارمون به جدایی بکشه. بعد از جدا شدن از اصغر انگار که یه نفس راحت کشیدم. مشغول درس خوندن بودم. پدر و مادرم دیگه فهمیده بودن چه کار اشتباهی کرده بودن که منو به زور شوهر دادن. 15 سالم شده بود که یه روز با دوستم سپیده دوتایی رفته بودیم بیرون. سپیده میگفت فقط برم مغازه دوست پسرم نعمت بهش سر بزنم، تو هم بیا با هم بریم. منم قبول کردم و با هم راهی مغازه نعمت شدیم. وقتی رسیدیم مغازه دوست به سر سپیده و من و نعمت چشممون به چشم هم خورد، بینمون یه حسی شکل گرفت که جفتمون قشنگ حسش کردیم. از اون به بعد سپیده هر موقع میخواست بره سر قرار میگفت نعمت گفته تو رو با خودم بیارم. توی این رفت آمدا دور از چشم سپیده بین من و نعمت شماره رد و بدل شد و رابطه پنهانیمون شروع شد. خیلی زود نعمت رابطه‌شو با سپیده به هم زد. سپیدم کامل متوجه رابطه من و نعمت شد.
واسه همین بعد چند بار دعوای بدجور رابطهشو با منم قطع کرد. من و نعمت یه دل نه صد دل عاشق هم دیگه شده بودیم. نعمت اون موقع 19 سالش بود و با کمک پدرش تونسته بود یه مغازه بزنه. انقدر رابطه با نعمت خوب شده بود که جفتمون به فکر ازدواج افتاده بودیم. نعمت با اینکه میدونست من یه بار تو سن کم ازدواج کردم، بازم حاضر شده بود با هم ازدواج کنه. وقتی موضوع به پدر مادرم گفتم، اونا گفتن دیگه حاضر نیستن اشتباهی که یه بار تکرار کرده بودن و بازم تکرار کنن. میگفتن باید درسم تموم بشه و سنم بره بالا تا بتونم خودم برای خودم یه انتخاب درست انجام بدم. ولی من گوشم به این حرفا بدهکار نبود و عشق چشمو کور کرده بود. بالاخره با اصرارای من خانوادم راضی شدن که نعمت بیاد خواستگاری. نعمت و خانوادش هم اومدن خواستگاری و بعد صحبت‌های اولیه قرار عقد گذاشتیم. بعد عقد با نعمت قشنگ‌ترین روزهای زندگی من شروع شد. لحظه شماری می‌کردم که زودتر با هم بریم سر خونه زندگیمون. ولی چون وضع بابام خوب نبود نمیتونست پول جهیزیه رو جور کنه. ولی من دیگه چیزی حالیم نبود و فقط فکرم این بود که برم سر خونه زندگی خودم. واسه همین 2 سال بعد از عقد با نعمت باردار شدم تا خانوادم رو تحت فشار بذارم که پول تهیه کنن. همین اتفاقم افتاد. وقتی فهمیدن که باردار شدم، پدرم با کلی قرض و قوله از دوستاش واسه همین مقدار خیلی کم جهیزیه تهیه کرد. بعدش هم مراسم عروسی رو گرفتیم و رفتیم سر خونه زندگی خودمون. چند ماه بعدش هم پسرمون به دنیا اومد. درست بعد به دنیا اومدن پسرمون رفتار این نعمت با من سرد شد. اصلا دیگه به هم محل نمیداد. با هم هم صحبت نمیشد. کاری به کارم نداشت. وقتی سر کار بود دیگه نه به هم زنگ میزد نه هیچی. همه این رفتارش باعث شد بهش مشکوک بشم. واسه همین زیر نظر گرفتمش و توی سن 19 سالگیم فهمیدم نعمت بهم خیانت کرده. وقتی فهمیدم با کی بهم خیانت کرده دنیا روی سرم خراب شد. نعمت دوباره با سپیده دوستم رابطه برقرار کرده بود و باهاش دوست شده بود. وقتی این موضوع فهمیدم پسرمون آراد و برداشتم و رفتم خونه بابام اینا. تصمیم گرفته بودم به خاطر این کارش ازش طلاق بگیرم. ولی چند روز بعد نعمت اومد دنبالم. میگفت از کارش پشیمونه و دیگه این کارو تکرار نمیکنه. ازم خواست یه فرصت دیگه بهش بدم. منم به خاطر پسرمون آراد قبول کردم بهش فرصت بدم. دوباره برگشتیم به زندگی مشترکمون. ولی همچنان فکر خیانت نعمت از سرم پاک نمیشد. تا اینکه منم تصمیم گرفتم توی فضای مجازی با یه پسر صحبت کنم. چون هنوزم نعمت رفتارش با هم سرد بود. بالاخره با یه پسر به اسم پدرام توی اینستاگرام دوست شدم. اوایل فقط توی اینستاگرام باش صحبت میکردم. ولی یواش یواش قرارهای حضوری جای خودشو به چت کردن داد. تقریبا هفته چند بار با پدرام میرفتم بیرون. پدرام فکر میکرد من متعلقم. واسه همین بیشتر وقتا با پسرم میرفتم پیشش و اونم مشکلی نداشت. این موضوع ادامه داشت تا روز حادثه. نعمت به مشکوک شده بود و وقتی همو بودم گوشیمو گشته بود. نعمت تمام چتامو با پدرام دیده بود. واسه همینم وقتی از حموم اومدم و لباسامو پوشیدم حمله کرد سمت من تا کتکم بزنه. اون روز دعوای خیلی سختی بینمون شکل گرفت. منم برای دفاع خودم از توی آشپزخونه یه چاقو برداشتم و چند تا ضربه به نعمت زدم. بعدشم بچه‌مو برداشتم و از خونه زدم بیرون. اما زمانی که من از خونه اومدم بیرون نعمت افتاده بود زمین، ولی هنوز زنده بود. باور کنید من قسم دفاع خودم بود، نه کشتنش. وگرنه میموندم و چند تا ضربه دیگه هم بهش میزدم که همونجا بمیره. من توی این مدت پنهانی از تلفن عمومی به مادرم اینا زنگ میزدم و پیگیر حال نعمت بودم. آخرین بار که زنگ زدم و مادرم بهم گفت که فوت شده، از عذاب وجدان تمام وجودمو گرفت و تصمیم گرفتم سریعتر بیام خودمو معرفی کنم تا از عذاب وجدانم کم بشه. بالاخره بعد تمام شدن گفته‌های ندا، معمای این پرونده جنایی هم حل شد. 1-2 روز بعدم ندا به صحنه جنایت برده شد و شیوه درگیری و ضربه هایی که به نعمت وارد کرده بود و بازسازی کرد. با تمام شدن بازسازی جنایت پرونده کامل شد و ندا با شکایت خانواده همسرش راهی زندان شد. خانواده نعمت هم با حضور توی دادسرای جنایی اعلام کردن که به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیستن و خواستشون فقط قصاصه. در حال حاضرم ندا توی زندانه و قراره به زودی جلسه دادگاهش برگزار بشه و به خاطر جنایتی که انجام داده محاکمه بشه. اواسط بهمن ماه سال 1402 بهنام 42 ساله با حالی نگران به یکی از کلانتری‌های شهر تهران مراجعه کرد و گم شدن مشکوکی خواهر جوونش رو به مامورای پلیس گزارش داد.
درود به شما همراهای خوب کانال جنایی گرام. با ما همراه باشین تا این پرونده جنایی رو هم براتون روایت کنم. روز 11 بهمن سال 1402 بهنام در حالی که خیلی پریشون به نظر می رسید خودشو به یکی از کلانتری‌های شرق پایتخت رسوند و گفت چند روزی از خواهرم بهار هیچ خبری ندارم. آخرین بار با بهار 4 روز پیش صحبت کردم. اون روز وقتی زنگ زدم به بهار گفت وقت دندون پزشکی داره و میخواد سریع خونه بره بیرون. واسه همین تلفن رو سریع قطع کرد و گفت بهم زنگ میزنه. درست از همون روز وقتی تلفن رو قطع کردم از بهار دیگه خبری ندارم. هرچی بهش زنگ میزنم گوشیش خاموشه. دم در خونه‌شون هم رفتم. هیچکی درو باز نکرد. تو این چند روز هر جایی که فکرشو میکردم دنبالش گشتم ولی هیچ اثری ازش نیست. تا امروزم صبر کردم ببینم ازش خبری میشه یا نه، ولی وقتی دیدم بعد این همه روز هیچ اثری ازش نیست تصمیم گرفتم بیام اداره پلیس و گم شدنشو گزارش بدم. بعد تموم شدن گفته های بهنام اسم و مشخصات خواهرش بهار به عنوان گم شده توی سیستم جامع پلیس آگاهی ثبت شد. بعد ثبت این اطلاعات بهنام دوباره به اداره آگاهی دعوت شد تا تمام اطلاعاتی که از خواهرش زندگیش داره رو در اختیار مامورای پلیس بذاره. بهنام وقتی پیش روی افسرهای آگاهی قرار گرفت گفت من و بهار حدود 10 سال با هم اختلاف سنی داریم. بهار 32 سالشه و یه بار ازدواج کرده، ولی شوهرش بهش خیانت کرد و بهار هم ازش جدا شد. پدر و مادرمونم خیلی سال پیش هر دوشون فوت کردن. بهار از بعد طلاقش یه خونه برای خودش اجاره کرد و توی شرکت خصوصی مشغول به کار شد. بهار چون توی کارش خیلی ماهر بود، خیلی زود تونست پیشرفت خوبی کنه و حقوق خوبی هم بگیره. منم متأهلم و دوتا بچه دارم. هر از چندگاهی بهار میومد خونم، ولی تقریبا هر روز با هم در تماس بودیم و همیشه از حالش باخبر بودم. تا اونجایی هم که من میدونم بهار نه با کسی دشمنی داشت نه حتی مشکل. واسه همینم اصلا نمیدونم چه بلایی سرش اومده. بعد از این گفته های بهنام، تحقیقات همه جانبه و تخصصی کارآگاه اداره آگاهی برای پیدا کردن ردی از بهار شروع شد. توی اولین مرحله با اخذ مجوزهای لازم، مامورای پلیس راهی خونه این زن شدند. بعد ورود به خونه و بررسی خونه، هیچ چیز مشکوکی پیدا نشد. از اونجایی که این خونه مجهز به دوربین مدار بسته بود، خیلی زود تصویر این دوربینا به دقت مورد بررسی قرار گرفت. تصویر این دوربینا نشون میداد توی چند روز گذشته بهار هیچ ورود و خروجی به خونه نداشته. آخرین بارم بهار چند روز پیش با عجله از خونه خارج شده و سواری پراید ثبت شده. بعد اونم دیگه به خونه برنگشته و ناپدید شده. خیلی زود از روی شماره پلاک ماشینی که بهار سوارش شده بود مشخصات صاحب ماشین به دست اومد. آدرس و مشخصات این مرد در اختیار تیم عملیاتی پلیس آگاهی قرار گرفت و خونه این مرد مورد محاصره قرار گرفت. تو این عملیات صاحب ماشین دستگیر شد و به اداره آگاهی منتقل شد. ولی وقتی این مرد پشت میز بازجویی نشست میگفت اما ماجرای گم شدن بهار هیچ اطلاعی ندارم. من چند روز پیش ماشینمو داده بودم یکی از دوستای صمیمیم به اسم غلام. غلام کارش تأسیسات ساختمونیه. بعضی مواقع که کارش کمه و درآمدش خوب نیست میاد ماشین منو میگیره و باهاش کار میکنه. به منم درصد میده. با این گفته‌های صاحب ماشین و اطلاعاتی که از این مرد داد، غلام در عرض چند ساعت بازداشت شد و به اداره آگاهی منتقل شد. غلام وقتی به اتاق بازجویی منتقل شد، متوجه شد که دیگه راهی جز گفتن حقیقت نداره. برای همینم خیلی زود به قتل بهار اعتراف کرد. غلام میگفت من از چند ماه پیش با بهار آشنا شدم. 3 ماه پیش بود که ماشین دوستمو قرض گرفته بودم تا باهاش کار کنم. بهار کنار خیابون وایساده بود. واسش بوق زدم و سوار ماشین شد. وقتی سوار ماشین شد من مسافر دیگه ای سوار نکردم. توی راه مشغول صحبت شدیم. بهار آخرش که داشتم ماشین پیاده می شد بهم گفت من زیاد پیش میاد که با تاکسی برم جایی. شماره تو بده تا اگه خواستم جایی برم با خودت هماهنگ کنم. شماره رو بهش دادم و از اون روز به بعد بهار هر جایی میخواست بره به من زنگ می زد. توی این مدت حسابی با بهار آشنا شده بودم. میدونستم که مطلقه است و تنها هم زندگی میکنه. زن منم به خاطر بی پولی ولم کرده بود و رفته بود. من هرچی توی زندگیم تلاش میکردم بازم هیچ فایده ای نداشت. تا اینکه از چند سال پیش درگیر اعتیادم شدم. پول تهیه مواد امونمو بریده بود. یه جورایی هرچی در میآوردم خرج مواد میشد. زندگیم همینجوری با سختی میگذشت تا اینکه روز حادثه بهار بهم زنگ زد. میگفت وقت دکتر داره.
ازم خواست برم دنبالش و ببرمش اونجا و بعدش منتظر بمونم تا برگرده. منم قبول کردم و رفتم و دوستم ماشینش رو قرض گرفتم. بهار همیشه علاوه بر پول کرایه یه دستخوشم بهم میداد. واسه همین هر وقت زنگ میزد سری قبول میکردم. سر ساعت رفتم دم خونشون دنبالش. وقتی بهار نشست توی ماشین چشم خورد به دستاش. برخلاف همیشه دستاش پر بود از طلا. چند تا علنگوی قیمتی دستش بود به همراه انگشترهای لوکس. از طرفی اون روز بهار با لباسای اومد نشست توی ماشین که باعث تحریکم شده بود. اصلا دیگه نمیفهمیدم چی میگه. فکر دزدی طلاهاش و تجاوز بهش کل مغزمو پر کرده بود. بهار تلفنش زنگ خورده بود و با دوستش در حال صحبت بود. منم خیلی زود مسیرمو عوض کردم و رفتم سمت یه جای خلوت. یه جا زدم بغل و در سمتی که بهار نشسته بود و باز کردم و کاری کردم که از داخل ماشین باز نشه. بهار همونجا بهم شک کرد. وقتی باز راه افتادم بهار گفت اینجا که نزدیک دکتر من نیست. تا اینو گفت چاقویی که همراه هم بود و درآوردم و شروع کردم به تهدید کردنش. بعدش هم رفتم سمت ساواج بلاغ و یه جای خلوت پیدا کردم. چون شیشه های ماشین درصد دودیش زیاد بود هیچی از داخل ماشین معلوم نبود. به زور چاقو بهش تجاوز کردم. بهار مدام تهدیدم میکرد که ازم شکایت میکنه، ولی من تو اون لحظه به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکردم. وقتی کارم تمام شد تازه فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم، ولی دیگه راه برگشتی نبود. با تهدیدایی که بهار کرده بود میدونستم اگه آزاد بشه دیر یا زود لو میرم و دستگیر میشم. واسه همین با چاقویی که داشتم چند تا ضربه بهش زدم و کشتمش. سری طلاهایی که داشت و از بدنش خارج کردم. جسدش هم بردم همون اطراف ساواج بلاغ و آتیشش زدم تا اگرم پیدا شد شناسایی نشه. ماشین حسابی خونی شده بود. با کلی زحمت ماشین رو شستم و جوری تمیزش کردم که دوستم چیزی نفهمه. یکی دو روزی ماشین دستم بود تا اگه لکه چیزی دیدم پاکش کنم. طلاها رو بردم چند تا طلا فروشی، ولی هیچ کدومشون چون فاکتور نداشت ازم نمی خریدنشون. واسه همینم مونده بودن رو دستم. ماشین دوستم بردم پس دادم. چند روزی دنبال فروش طلاها بودم ولی موفق نمی شدم. خیلی هم زود پلیس متوجه ماجرا شد و دستگیر شدن. بعد از ثبت اعترافای غلام، این مرد به همراه اکیپ جنایی و بازپرس جنایی راهی محل جنایت شدن و جسد سوخته بهار رو پیدا کردن. همونجام غلام شیوه جنایت سیاهی که انجام داده بود و بازسازی کرد. بعد کشف جسد، جسد به دستور بازپرس راهی پزشکی قانونی شد تا با آزمایشات مختلف مشخص بشه قطعا جسد پیدا شده متعلق به بهار بوده یا نه. غلامم با شکایت برادر بهار تا روز دادگاه راهی زندان شد. چند روز بعدم با آزمایش DNA مشخص شد جسد پیدا شده متعلق به بهار بوده. اواخر سال 1402 غلام پیش روی قضات دادگاه قرار گرفت. بهنام که تنها اولیای دم برمنده بود گفت خواهرم تنها عضوی از خانواده من بود که برام مونده بود. من حاضرم ما با تفاوت پولی دیگرم بدم تا قاتل زودتر اعدام بشه. عروضی که فهمیدم چه اتفاق شومی برای بهار افتاده همش صحنه‌های زجری که اون چند ساعت پایانی عمرش برده میاد جلوی چشم. واسه همینم اصلا حاضر به گذشت نیستم و خواستم فقط اشد مجازاته. بعد تمام شدن گفته‌های بهنام نوبت غلام شد و گفت اون روز برق طلاهای بهار چشامو کور کرده بود. از طرفی چون خیلی وقت بود زنمم ترکم کرده بود تحت فشار جنسی بودم. واسه همین نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و دست به این کار زدم. الانم از کاری که کردم پشیمونم. مطمئنم اگه تحت تأثیر مواد نبودم روی خودم کنترل بیشتری داشتم و دست به این کار نمی زدم. بعد تمام شدن دفاعیات غلام، قضات دادگاه وارد شور شدن و در نهایت برای قاتل حکم قصاص صادر کردند. ولی با اعتراض غلام و وکیل مدافعش پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قرار قضات دیوان عالی کشور بعد بررسی دقیق پرونده حکم نهایی پرونده را اعلام کند. غلامم تا روز اعلام رأی نهایی داخل زندانه. آخرین روزهای اسفند سال 1402 خبر پیدا شدن جسد یه مرد جوان داخل یه آپارتمان حوالی میدان خراسان تهران به مامورای پلیس 110 اعلام شد. درود به شما همراهای خوب کانال جنایی‌گرا. با ما همراه باشین تا این پرونده جنایی رو هم با هم بررسی کنیم.
28 اسفند سال 1402 خبر پیدا شدن جسد یک مرد جوان افغان توی بیستیمای پلیس تهران پیچید. به سرعت نزدیکترین واحدهای گشتی راهی آدرس اعلام شده که یه خونه 3 طبقه قدیمی ساز بود شدن. این خونه توی یکی از محله‌های نزدیک میدان خراسان تهران بود. اولین واحد گشتی رأس ساعت 10 صبح خودشو به محل جنایت رسوند و در حالی وارد خونه شد که هنوز همسر مقتول به محل جنایت نرسیده بود. با تایید درستی خبر به سرعت موضوع به بازپرس جنایی تهران هم اطلاع داده شد و بازپرس به همراه اکیپ جنایی خودشو به محل جنایت رسوند. خیلی زود محل جنایت هم قرنطینه شد تا هیچ ورود و خروجی به صحنه جنایت انجام نشه و محل جنایت هم دست نخورده باقی بمونه. با رسیدن اکیپ جنایی خیلی زود پزشک جنایی دست به کار شد و مشغول بررسی جسد شد. جسد مراد 35 ساله در حالی پیدا شده بود که روی تخت اتاقش افتاده بود و سرش با ضربه های جسم سخت کاملا متلاشی شده بود. پزشک تیم جنایی بعد بررسی اولیه گفت حدود 2 ساعت از زمان مرگ مقتول میگذره و مشخص ضربه های متعدد به سرش باعث متلاشی شدن و مرگش شده. ولی باید جسد به پزشکی قانونی منتقل بشه تا آزمایشات سمشناسی مختلف هم روی جسدش انجام بشه تا مشخص بشه قبل از ضربه های کشندهی که به سرش وارد شده با چیزی مسموم شده بوده یا نه. بعد تمام شدن بررسی های اولیه جسد به دستور بازپرس به پزشکی قانونی منتقل شد. با انتقال جسد تحقیقات کارگاه های اداره آگاهی از محل جنایت هم شروع شد. کل خونه به هم ریخته بود. ظاهر قضیه نشون میداد مراد قربانی سرقت هولناک شده و سارق یا سارقین با خشونت خیلی زیاد مراد رو کشتن. با شروع بررسی های تخصصی از محل جنایت، تحقیقات بازپرس نگین زن جوانی که موضوع به پلیس گزارش داده بود و اولین نفر با صحنه جنایت روبرو شده بود شروع شد. نگین 24 ساله میگفت من امروز توی خونه خواب بودم و همسرم رفته بود سر کار. همسایه طبقه پایینیمون یه زوج افغانن که خیلی سال توی این خونه ساکنن. رابطه ما با راحله و مراد خیلی خوب بود. بیشتر وقتا اگه غذای خوشمزه‌ای درست میکردیم برای هم میبردیم. امروز صبح دیدم تلفنم داره زنگ میخوره. اصلا با زنگ تلفن خواب پریدم. گوشیو که نگاه کردم دیدم راحله است. با حالت خواب و بیدار جوابشو دادم. صدای راحله خیلی نگران بود. ازم میخواست برم دم خونه‌شون و ببینم مراد خونه است یا نه. میگفت دیشب مراد جواب تلفنشو نمیده. بعد این گفته های راحله تماسو قطع کردم. لباسمو عوض کردم و رفتم طبقه پایین. اپلا که داشتم میرفتم پایین دیدم در خونهشون نیمه بازه. گفتم شاید رفته تا جلوی در آشغالی چیزی بندازه بیرون و در باز گذاشته. چند باری از پشت در صداش زدم ولی هیچ صدایی نمیومد. رفتم از پنجره راپله بیرون رو نگاه کردم تا ببینم در کوچه بازه یا نه. دیدم نه، اونم بسته است. با این حال رفتم دم در کوچه تا ببینم پیداش میکنم یا نه. دیدم نه، هیچ خبری نیست. گوشی رو برداشتم و به راحله زنگ زدم. جریان رو بهش گفتم. راحله بهم گفت برم داخل خونه. همینجوری که گوشی دستم بود و با راحله حرف میزدم وارد خونهشون شدم. اما اولی که وارد خونه شدم متوجه غیرعادی بودن جو خونهشون شدم. چون خونه کاملا به هم ریخته بود و یه جورایی کل وسایل خونه انگار ریخته شده بود وسط اتاق. همینجوری ادامه دادم تا رسیدم به اتاق خواب. تا داخل رو نگاه کردم شروع کردم به جیغ کشیدن. جسد مراد در حالی روی تخت افتاده بود که سرش کاملا متلاشی شده بود. با جیغای من باقی همسایه‌ام خودشون رو رسوندن توی خونه و اونام با این صحنه روبرو شدن. راحلم مدام داشت بهم زنگ می‌زد. اصلا توان حرف زدن باش نداشتم. بالاخره یکی از همسایه‌ها جوابشو داد و جریانو بهش گفت. چند دقیقه بعد که حالم بهتر شد، چون اولین نفر من با جسد مواجه شده بودم، خودم با پلیس تماس گرفتم و موضوع بهشون گزارش دادم. بعد تمام شدن گفته های این زن، بازپرس به سراغ راحله همسر مقتول رفت که به شدت هم داشت بیتابی میکرد. راحله میگفت من دیشب بعد اینکه برای مراد شام درست کردم، رفتم خونه عمه‌مینا و شب موندم اونجا. امروز صبح قرار بود مراد قبل رفتن سر کار بیاد دنبال من و منو بیاره خونه. وقتی صبح شد و دیدم هیچ خبری از مراد نشد، فکر کردم خواب مونده. واسه همین بهش زنگ زدم، ولی دیدم جواب نمیده. 10 باری بهش زنگ زدم با فواصل مختلف، ولی دیدم هیچ خبری ازش نیست. با خودم میگفتم اگه خوابم بوده باشه، با این همه زنگ من از خواب پریده بود. وقتی دیدم دستم به هیچ جا بند نیست، زنگ زدم به همسایه طبقه بالایمون.
ازش خواستم بره دم خونمون و زنگ خونمون رو بزنه. اما چند دقیقه بعد با تماس نگی متوجه شدم چه بلای شومی سر شوهرم اومده و سری خودم رو رسوندم خونه. راهله میگفت من و همسرم 50 میلیون تومان پول نقد توی خونه داشتیم. این پولم از توی خونه سرقت شده. احتمالاً به خاطر همین پولام شوهرم کشته شده. صحبت اولیه راهله و نگین ثبت شد. همسایه‌های دیگه‌ای هم که توی محل جنایت حضور داشتن حرفای نگین رو تایید می‌کردن و میگفتن ما با صدای جیغ نگین متوجه این اتفاق هولناک شدیم. بعد تمام شدن گفته‌های افرادی که شاهد این ماجرا بودن، راهله و نگین هر دو برای تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی تهران منتقل شدند. ولی همچنان تحقیقات از محل جنایت ادامه داشت. همسایه‌های راهله و مراد میگفتند همیشه از خونه این زوج صدای دعوا و درگیری میومد و اصلا با هم نمی‌ساختن. همین موضوع هم باعث شک بازپرس شد. خیلی زود بازپرس دستور داد از عمه راهله تحقیق انجام بشه تا مشخص بشه راهله از دیشب توی خونه اونا بوده یا نه. عمه راهله تایید میکرد که راهله از شب قبلش پیشش بوده، ولی میگفت ساعت 6 صبح از خونه زده بیرون. قطعات پازل یکی یکی در حال کامل شدن بود. همزمان با بررسی سطل آشغالای نزدیک محل جنایت، یه دستکش آشپزخونه خونی به همراه یه چکش خونی به دست اومد که به نظر می رسید آلت قتاله بوده باشن. خیلی سریع دستکش و چکش به آزمایشگاه فرستاده شد و مشخص شد لکه‌های خون روی دستکش و چکش با گروه خونی مقتول یکیه. دستکش آشپزخونه دقیقا سایز دست راهله همسر مقتول بود. دیگه برای مامورای آگاهی جای شکی باقی نمونده بود که راهله عامل این جنایته، چرا که تمام شواهد بر علیهش بود. علاوه بر این با تحقیقاتی که صورت گرفت مشخص شد مراد خیاطی داشت و هیچ وقت پول نقدی دریافت نمی‌کرد و تمام پول توی حسابش بوده. این موضوع هم نشون میداد ادعای سرقت 50 میلیون پول نقد از خونه‌شون کاملا دروغ بوده. فردای روز حادثه راهله پشت میز بازجویی قرار گرفت. راهله بازم داشت حرفای قبلیش رو تکرار میکرد و میگفت زمان جنایت خونه نبوده. ولی وقتی با مدارک و شواهدی که بر علیهش بود روبرو شد، دیگه نتونست چیزی انکار کنه و شروع به اعتراف کرد. راهله میگفت من و مراد 12 سال پیش با هم ازدواج کردیم. ازدواجمون هم خیلی سنتی بود. من و مراد جفتمون قانونی توی ایران زندگی میکردیم. از چند ماه بعد ازدواجمون اقدام کردیم برای اینکه بچه دار بشیم. ولی خیلی زود فهمیدیم که من مشکل دارم. خیلی دعوا درمون کردیم ولی فایده ای نداشت و نتونستیم بچه دار بشیم. از بعد اینکه مراد فهمید من نمیتونم بچه دار بشم، رفتارش با هم خیلی بد شده بود. به هر بهونه‌ای دعوا را مینداخت. این اواخرم کار به جایی رسیده بود که سر هر مسئله کوچیکی ازش داشتم کتک می‌خوردم. تمام مشکلات دست به دست هم داد تا اینکه دیگه تحملم از دست دادم و تصمیم گرفتم مرادو بکشم. می‌خواستم با صحنه‌سازی نشون بدم که مراد قربانی سارقا شده. واسه همین شب قبل از حادثه رفتم خونه عممینا و شب موندم اونجا. صبح طرف های ساعت 6 صبح بود که از خونه عممینا زدم بیرون و اومدم خونه. آروم در رو باز کردم تا مراد از خواب بیدار نشه. از قبل یه چکش و دستکش قائم کرده بودم توی کابینه. برشون داشتم و رفتم بالای سر مراد که هنوز خواب بود. دیوونه وار چند تا ضربه محکم زدم به سر مراد. بعدش هم سریع خونه زدم بیرون. کل خونه رم به هم ریختم و در خونه رم باز گذاشتم تا نشون بدم موضوع سرقت بوده. یک ساعت بعد زنگ زدم به همسایه‌مون نگین. ازش خواستم بره دم خونمون تا اون با جسد مواجه بشه و من بیگناه نشون داده بشم. ولی فایده ای نداشت و خیلی سریع در عرض 24 ساعت مشخص شد که من قاتلم. بعد تمام شدن اعترافای راهله بیگناهی نگین ثابت شد و این زنم بازداشت آزاد شد. چند روز بعد از اعترافای راهله توی اولین روزهای سال 1403 این زن به محل جنایت برده شد و شیوه قتل مراد رو بازسازی کرد. با شکایت خانواده مراد این زن راهی زندان شد و قرار به زودی پیش روی قضات قرار بگیر و به خاطر قتل وحشتناکی که انجام داده مجازات بشه. در حال حاضر هم این زن توی زندانه. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جنایی جدید برمیگردیم. اگه به این سبک متوان علاقه دارین ویدیوی ما رو لایک کنین و ویدیوهای پیشنهادیمون از دست ندید. تا فردا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین.